نهادهای غارتی در ایران چگونه شکل گرفتند؟ در تمام کشورهای توسعه یافته، نهادها با ایجاد رقابت سالم به پیشبرد توسعه کشور می‌پردازند. چه شد که در ایران نهادهای غارتی به هر شکل ممکن بر تمام منابع ملی چنگ زدند و با چپاول ثروت جلوی پیشرفت ایران را گرفتند؟ چرا با وجود رشد ارقام و آمار سواد و حتی تحصیلات دانشگاهی در کشور و رشد سرانه استفاده از امکانات تکنولوژی، شکاف عظیم و روبه افزایشی در امر توسعه ایران در تمام جهات با سایر کشورها وجود دارد؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوالات را از زبان علی رضاقلی، جامعه شناس و اقتصاددان سرشناس بشنویم. رضاقلی نهادها را الگوهای مستقر و مستمری می‌داند که رفتار انسان‌ها در جامعه را شکل می‌دهند و انتخاب‌های انسانی را مقید می‌کنند. در واقع نهادها خود سرمایه یا سرمایه سوز هستند و اگر آنها اجازه ندهند بهره‌وری شکل نمی‌گیرد. او می‌گوید که نهادها در جامعه قادرند 100 برابر منابع موجود نفتی کشور را همان گونه که تلف کرده اند تلف کنند. نهادها هویت‌های جمعی هستند که افراد به صورت فردی توانایی چندانی در تغییر آنها ندارند. مثلا فرض کنید وارد اداره ای شده اید که بدون رشوه کارتان پیش نمی رود. هر چه تلاش بکنید تا از مسیر درست کارتان انجام شود کارگیر می کند تا اینکه پاکتی با رقم قابل ملاحظه روی میز مربوطه بگذارید تا روند کارتان آسان شود. یا مثلا اینکه مذهب شما بسته به محل تولد شما چه باشد نتیجه نهاد اجتماعی است. نهادها هویت تاریخی هم دارند. همین نهادها هستند که نکات اشتراک ما با اجدادمان را تشکیل می‌دهند. بر این اساس بعضی از اقتصاددانان وضعیت اقتصاد یک جامعه را متأثر از مسیر تاریخی آن جامعه می‌دانند. در چنین شرایطی ما نباید تنها بر اساس متغیرهای اقتصادی برنامه ریزی کنیم. جالب است بدانید که جامعه شناسان سنت‌ها و نهادهای تاریخی مغایر با قانون را در جامعه ایرانی شناسایی کردند. همین نهادها بودند که در زمان اوج گرفتن قیمت نفت اجازه ندادند حجم عظیم سرمایه گذاری جهت توسعه اقتصادی ایران و سرمایه‌های عظیم نیروی انسانی به بهره‌وری برسند. از طرف دیگر می‌دانیم که کالاهای مورد نیاز کمیاب هستند و در اقتصاد هدف این است که این کالاها تولید، توزیع و مصرف شوند. هرچه میزان این تولید و توزیع بیشتر و متنوع‌تر باشد، سطح رفاه اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. پول یک کالای کمیاب و فوق‌العاده با ارزش است. راه رسیدن به آن را نهادها تعیین می‌کنند. این نهادها در جامعه هستند که تعیین می‌کنند آیا با زدن بانک، آیا با زورگیری و کفزنی یا تقلبات بانکی یا با ارتباط رانتزا مثلا زد و بند 100 میلیارد پول بانک را برداریم و داخل بازار سیاه به خرید و فروش و دلالی بپردازیم، یا اصلاً به ظاهر بانک تأسیس کنیم و از روابط و سرمایه‌های مشکوک استفاده کنیم و نقدینگی‌های مردم را جمع کنیم و آن را سرازیر به بازارهای آهن، سیمان، زمین، ساختمان و امثال اینها بکنیم و به عوض 20% بهره‌ای که می‌پردازیم در زمینه‌هایی بالای 50% تورم ایجاد کنیم و اموال مردم را برداریم، یا اصلاً به عنوان دولت پول چاپ کنیم و به صورت غیر مستقیم دست در جیب مردم کنیم و قدرت خرید آنها را کم کنیم و با این کار مشکل لحظه‌ای خود را حل کنیم و با سیاست تورمی مشکلات فوق‌العاده زیادی برای مردم ایجاد کنیم، یا اصلاً با ضوابط و تعریف و اجرای خیلی دقیق به نحوی اجرا کنیم که تمامی راه‌های برشمرده آنقدر پرخطر باشد که هزینه‌های آن اجازه ندهد افراد به این شکل وارد جریانات پولی شوند، بلکه نفع خود را در این ببینند که وارد یک سیاست رقابتی سالم شوند و با کار و تولید و رقابت در کمیت و کیفیت تولید به دنبال افزایش سرمایه خود باشند. این بستگی دارد که شما چطور سیستمی را برای تولید و توزیع و مصرف کالاهای کمیاب در نظر بگیرید.
در واقع از این جهت دو سر طیف در نظام اقتصادی وجود دارد، غارتی و رقابتی. در نظام غارتی شما با یک طیف از فعالیت‌ها روبرو هستید. از یک طرف با بکارگیری ابزار خشونت منابع اقتصادی مردم را برمی‌دارید. شکل ساده آن به این گونه است که با ارتباطات و روابط و دادن رشوه و مسائل مشابه و با نزدیک شدن به سران قدرت و در دست گرفتن حقوق ممتازه رانتی ایجاد کنیم و از آن بهره برداری کنیم. این شیوه، شیوه مسلط و نهادمند در ایران و الگوی مسلط بوده است. دولت‌ها به آسانی و راحتی مردم را غارت می‌کردند و مورد تعدی قرار می‌دادند. از شکل‌های قانونی و ملایم گرفته تا اشکال خشن. شما به آسانی در اخبار به موارد فوق‌العاده زیادی برمی‌خورید که خود افراد هم در امان نبودند، چه رسد به دارایی آنها. در واقع هرچه دارایی افراد در مقابل طبقه حاکم آسیب پذیرتر باشد، حقوق مالکیت آنها خدشه پذیرتر و بی‌ارزش‌تر است و ما از نظام رقابتی دورتر می شویم. وقتی روابط غارتی الگویی مسلم شد، بیشتر افراد به این فکر می افتند که با قرار گرفتن در داخل قواعد بازی غارتی، هرچند قانون چیز دیگری بگوید، دست به کالاهای کمیاب ببرند و اگر این شیوه الگوی زندگی اقتصادی شد، خارج شدن از آن شاید بتوان گفت غیر ممکن می شود. توسعه اقتصادی نیازمند حقوق مالکیت امن و کاراست. در ایران حکومت یا با خشونت یا با دستکاری پول ملی به صورت قانونی به دارایی ها و دستاوردهای افراد تعرض می کند. این کار بستر فوق‌العاده نامناسبی برای فعالیت های اقتصادی و ایجاد سرمایه های انسانی و نوآوری و پیشرفت خود نهادها به وجود می آورد. حتما شما هم به سادگی متوجه می شوید که ما در علوم جدید، در قوانین و در تکنولوژی نوآوری نداشته ایم. همه چیز وارداتی است. از قانون اساسی گرفته تا بانک ها. در حوزه آموزش در ایران کم سرمایه گذاری نشده، اما آموزش به مشکلات مرتبط نبوده است. صنعت جداگانه برای خود واردات می کند و دانشگاه دانشجو صادر می کند و به درد هم نمی خورند. در نهایت می بینیم یک مهندس ساختمان رئیس پالایشگاه می شود و یک شکلات فروش مالک کارخانه هپکو. اما مهمترین سؤال پیش رو این است که چگونه باید تغییر ایجاد کنیم تا این مشکلات را حل کنیم؟ این نهادها هستند که به ملتی میگویند رشوه بگیر یا دزدی کن، کار کن یا دلالی کن. اصلاح از نهادها شروع می شود و اصلی ترین نهاد حقوق مالکیت کاراست. حقوق مالکیتی که ساختار انگیزشی را در جهت قراردادهای خود اجرا شونده ببرد. قراردادهای کم هزینه، مشروع، بی نیاز به نظارت پرهزینه و کم تخطی. بازاری که مثلا چک در آن پول باشد، اعتماد در آن تعهد معتبر باشد، نه مصیبت. اگر نهادها امنیت کافی و کم هزینه ایجاد کنند و هزینه های دفاع و تأمین حقوق مالکیت را کاهش دهند، آن وقت بهترین و پایدارترین و کاراترین تخصیص های سرمایه را در توسعه پایدار خواهیم داشت. وگرنه سرمایه گذاری ها به هدر می رود که رفته است و شکاف ها بیشتر می شود که شده است. امروز پول نفت این معایب را تا حدودی می پوشاند. اما تا کجا؟ مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو، هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.